حالا بیش از 20 روزه با تمام آرزوهاش یه قاب عکس شده کنار تاخچه خونه مادری. آمنه متولد 10 دی 1366، فرزند هشتم خانواده. ما 9 تا خواهر و یه برادریم. آمنه خیلی دختر اکتیویه، خیلی مهربونه، هوای همه رو داشت، خیلی دلسوز بود. الان که دارم از کلمه بود استفاده میکنم واقعا خیلی سخته برام، خیلی هنوزم نبودش رو باور نکردیم. بعد از سالها و ماها تلاش تازه اواسط اردیبهشت، یعنی حدود 2 هفته پیشتر مشغول کار شده بود. تحصیلات آمنه مهندسی نرم افزار بود که متاسفانه از مدرکش هیچ استفاده ای نتونست بکنه. خیلی دنبال کار گشت و از طریق پیج هولدینگ عبدالباقی که آقای خسروی این پیج رو اداره میکرد رزومش رو فرستاد. حقوق آمنه از ماه اول قرار شده 3 میلیون تومان باشه که تقریبا اون رو که حساب کردیم 1 میلیونش واسه کرایه هاش میرفت. با این حال هم آمنه هم خونوادش به خصوص مادرش از پیدا شدن این کار جدید خوشحال بودن. وای خدا بیان این ور آقا. ظهر دومین روز خرداد اما برای خانواده امینی نیا یه روز شوم بود، روزی که در یک لحظه تمام شادی این خانواده پر جمعیت تبدیل به یأس و غم شد. داشتم آماده می‌شدم برم سر کار که خواهرم زنگ زد و گفت ساختمان متروپول ریزش کرده. همون لحظه من به آمنه زنگ زدم که دیدم گوشیش خاموشه. به محل حادثه که رسیدیم کنار ساختمان متروپول ایستادیم، من و خواهرم بودیم و حالا نگاهی ساختمان کردم، گفتم خب خدا رو شکر نصف ساختمان سالمه، یعنی ما هنوزم به عمق فاجعه پی نبرده بودیم. روزهای بعد تنها به انتظاری مرگبار گذشت، انتظار برای پیدا شدن بدن بی جان آمنه. لحظاتی که آنی از ذهن خواهر آمنه پاک نمیشه و او رو رها نمی کنه.